این دومین حمله بر جان نمازگزاران اهل تشیع در دو جمعه پسین در کشور است که موجی از واکنش‌ها را برانگیخته است. سازمان ملل متحد در واکنش به انجام سه حمله بر مسجد امام بارگاه فاطمیه در شهر قندهار در اعلامیه بازآلمانه خواندن این حمله ها میگوید که هراس افغانی در افغانستان هنوز فعال است. این سازمان همچنان خواهان به محاکمه کشانیدن عاملان این رویداد شده است. ملل متحد این حمله ظالمانه که یک مکان مذهبی و عبادت کنندگان را هدف قرار داده محکوم می کند. عاملان آن باید پاسخگو باشند. آدم کلمه پیدا نمی کنه که را تقبیح بکنه یا ای را به اصطلاح نکوهش بکنه، او تا کلمه پیدا نمی شه. چون عمل زشت نارواست. وزارت خارجه امریکا نیز با بخش اعلامیه این حمله را سخت نکوهش کرده و افزوده است که مردم افغانستان حق دارند در صلح و امنیت زندگی کنند. در همین حال، سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفته است که سازمان دهندگان چنین حمله ها می خواهند اختلاف مذهبی و درگیری داخلی را شدت ببخشند. ما از مقام های افغان می خواهیم گام های را برای تامین امنیت در سراسر کشور بردارند. این نخستین حمله هراس افغانانه در برابر مسلمانان شیعه در افغانستان پس از به قدرت رسیدن جنبش طالبان نیست. بدیهی است که هدف سازمان دهندگان چنین رویدادها برانگیختن نفرت مذهبی و تجدید درگیری های داخلی است. حالی که این تاری را میکنه، حالی به نام داعش، به نام میخواهند که امی شهرمانده ما را که در دیگه به جنگ بیاندازن. از امی خانه خود دل بیغم برامانده نمیتانه، به نماز جمعه رفتن نمیتانه، خاطر امی انتحاری، انفجاری. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور همچنان حمله بر نمازگزاران را جنایت ضد بشری دانسته و این کار را سیاست روشن خارجی ها در برابر صلح و وحدت افغانستان خوانده است. بدون شک بعضی دستای خارجی کار کدرایی است. به نظر ما در شرایط فعلی ما میتونیم که از طریق اتفاق و اتحاد ملی دخالت های خارجی را و در عین زمان همچه حوادث جلوگیری بکنیم. مسئولیت حمله بر نمازگزاران شیعه در مسجد بارگاه فاطمیه قندهار را شاخه خراسان داعش به عهده گرفته است. پیش از این در یک حمله مشابه این رویداد در کندوز نیز 120 تن جان باخته بودند و نزدیک به 200 تن دیگر زخم برداشتند.